آره باش دیگه چیکار کنم دیگه من همین تر هر چی در توانمه من بسرم سهر برنامه داریم باش نه 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 بذار من الان وسط برنامه هم حالا بعدم به زنگ میزنم میگم چی شد دیگه آره باش خداحافظ خیالت راحت شد آره بهاره بود میگو چرا شعر دومی اون نخوندی اون عمیق‌تر بود اون خیلی بیشتر مفاهیم فلسفی رو بهش پرداخته بود منم فکر میکنم آره. که خب. جاش بود که شعر دومش هم اصلا من میخوام یه برنامه رو اختصاص بدم به شعرهایی که هنرمندش سرودن کامل بپردازم به تمام این قضایا عالی میشه بینش هم تبلیغ بزنیم راستی چرا ما تبلیغ نداریم تو برنامه آه اتفاقا داریم تبلیغ ولی گذاشته بودیم واسه روز مبادا تبلیغای ما خیلی خاصه مثلا تو که فکر نمی‌کنم مثلا اهل هیچ گونه ورزشی باشی ولی دوچرخ سواری دارم زندگی می‌کنم نمی‌بینی من چقدر فیتم من می‌خواستم راجع به دوچرخ سواری حرف بزنم فیت نمی‌کنه آدم رو دوچرخ سواری کردی تا حالا ای نکردی خدایی نه من واقعا دوچرخ سواری هم نکردی چرا بابا دوچرخ سواری کردم بخوا سه چرخه البته من سه تا چرخ از این چهار چرخه بود البته من از این دو تا چرخم داشته که آخرین باری که بوده 5 سالت بودم آره خب پس دو چرخ سواری هم نکردی اونا خسته نباشی سلام اصلا جیمو میبینه مسیر رو عوض میکنه خونه شون اینجاست این یه باشگاه روبروی خونه شونه این میره از کوچه پشتی میاد که یه موقع بس از جلوی اون باشگاه رد نشه خدای نکرده یکی ببرتش تو چرا؟ چه کاری خب خسته میشم حالا ما برای این قضیه نه برای اون قضیه باشگاه رفتن باشگاه نرفتن شما برای قضیه تبلیغ تبلیغاتی رو در نظر گرفتیم که واقعا جامعه بهش احتیاج داره. خب آره یعنی مشکلات بخشی از جامعه رو با این تبلیغات ما حل می‌کنیم. تبلیغات درستابی تبلیغات واقعیه. نه مثلا اون چی بود روغن حلزون بود. چی بود یه چیزی بود که یه کاریش می‌کردن. پوست خوب می‌شد. ادامه نده خب. آره. نه تبلیغاتمون جالبه. تبلیغات واقعا سازنده است. مفید سازنده است. سازنده است. ببینیم. خدمتی دیگر به زنان با وجود تکذیب شدن خبر ممنوعیت مصرف بستنی در ملأ عام برای بانوان اما از آنجایی که هیچ چیز قابل پیش بینی نیست شرکت لبنیاتی برادران تحریکی به جز داداش کوچیکه که سر مزاجه خط تولید اولین نسل بستنی های اختصاصی زنان را افتتاح کرد بستنی قرصی در دو نوع زیر زبونی و کپسولی یخمک تزریقی در دو نوع وریدی و ازولانی نوشمک سرومی محصولات لبنی برادران تحریکی به جز داداش کوچیکه که سرد مزاجه را با خیالی آسوده و در ملأ عام نوش جان کنید به به بانوان ورزشگاه بانوان ورزش دوست آیا از غیر قانونی بودن دوچرخ سواری زنان رنج میبرید؟ آیا هنگام دوچرخ سواری از تیک پرانی برخی مردان در عذاب هستید؟ دیگر نگران نباشید بالاخره زیر ساخت لازم برای شما فراهم شد رونمایی از اولین دوچرخه زنانه برای اولین بار در خاورمیانه و جهان با نوچرخ با نوچرخ با کمترین میزان تحریک کنندگی و تیک خاری امنیت و آسایش شما ابتکار ماست بانو چرخ میدونی به جز خودت خواننده های زن توی کشورمون زیاد نیست یعنی تو خوبی تو هستی ولی تعدادشون کمه کلا به خوبی من که قطعا کسی نیست ولی خب باش آره ولی تعدادشون کمه نه واقعا تعدادشون کمه تعداد خواننده مرد خیلی بیشتره بیشتره درسته ولی خب یه سری حالا همشون هم خوبن خواننده های خانم ما اکثرا صداهای خیلی قشنگی دارن توانایی خیلی بالایی دارن من پارسال چهارشنبه سوری مراسم چهارشنبه سوری استکهلم سوئد مجری مراسم بودم یه خواننده خانم انگلیسی صحبت میکرد اصلا انگلیسی هم میخوند و اصلا هم شبیه ایرانی ها نبود اومد با ما سلام علیک کرد فهمیدیم یکی از مهموناست خب ما فکر کردیم خب دیگه مهمون خارجیه دیگه مهمون خارجی مراسمه و بعد از در واقع میشه گفت حالا صحبتایی که کردیم موقعی که داشت تمرین میکرد من دیدم یه آهنگ ایرانی خوند
خیلی هم خوب خوند. حالا رفتم ازش پرسیدم، فهمیدم یه رگش ایرانیه. واو. و فوق العاده آره اون رگه چه رگ قوی هم بود. صدای فوق العاده قشنگ. اسمش هم جزمین کار. خیلی خوش اومدید. من شما خوبی؟ بله، حال شما چطوره؟ خوبی؟ مرسی، خیلی خوشحالم که اینجا هستم. خب، ما هم خیلی خوشحالیم که تو اینجا هستی. همه چی خوبه؟ همه چی عالی؟ مرسی، بله. خب بذار ما یک تب، چون من توضیح بدم که همونطوری که اشاره کردم جزمین به زبان فارسی اونقدر مسلط نیست، فقط خوب فارسی میخونه، خوب ایرانی میخونه، تو خوندن اصلا یه چیز دیگه است. خیلی کم فارسی بردم، ببخشید. نه میخوام یاد بگیرم. نه اتفاقا ما دوست داریم اینجوری. خیلی یعنی هرچی فارسی کمتر باشه، شاید شاعر هم شاید شدی مثلا، یعنی این احتمالش هست، یعنی هرچی فارسی ضعیف تر باشه موفق تری. خب به ما بگو اصلا از کجا شروع کردی؟ من یاسمین هستم، من نصف سوئدی نصف ایرانی هستم. مادر من سوئدی هست و پدرم ایرانی. بسیار خوش اومدی. مرسی، خیلی خوشحالم. کار خوانندگی تو از کجا شروع کردی؟ من رفتم نیویورک وقتی 18 سالم بود. می رفتم به کمپانی میوزیک و همه می گفتم نه برو. رفتم نایت کلاب، گفتم برو تو مترو آواز بخون. یه روز یه جای خوندم که بیانسه و جی سی اومدم، من با بیانسه عکس گرفتم و کمپانی سویدن گفت بیا ثبت کنی. او واو، پس به خاطر بیانسه خواننده شدی. روی تاثیر شبکه های اجتماعی. اون که 100% جالب اینجاست که از تو مترو، تو مترو و در واقع میشه گفت به عنوان خواننده های خیابانی کارش رو شروع کرده که خیلی هم خوبه. حالا چرا اصلا به فارسی؟ چرا به فارسی؟ من عاشق موسیقی ایرانی هستم، با افتخار میکنم که نصفم ایرانی هست. همیشه دوست داشتم فارسی یاد بگیرم، این بخش بزرگی از منه. کدوم خواننده های ایرانی رو بیشتر دوست داری؟ من بیشتر هایده، امید، ویگن. ویگن هم دوست داری؟ خیلی دوست دارم. بلدی از آهنگشون بخونی؟ یکی از آهنگایی که دوست داری بخونی مثلا کدومه؟ یک کوچولو. بله، گل سنگم. خیلی دوست دارم. باریکلا. بخون ببینیم. یه ذرهشو بخون. یه خوردهشو بخون. اوکی. گل سنگم، گل سنگم، چی بگم از دل تنگم، مثل آفتاب اگه بر من نتابی سردم و بیرنگم. بابا. نوویمبره بند درست برای ما اجرا بکنی. ما امشب اصلا از تو دو تا آهنگ می‌خوایم برامون اجرا بکنی، یکیش اینه، یکیش هم یکی دیگه که حالا بچه‌ها می‌دونن. خواهر یا برادری هم داری به جز خود؟ یعنی خودت که دیگه خواهر برادر نیستی، به جز خودت بچه دیگه هم هست؟ یعنی خواهر برادر دیگه ای داری؟ بله، دو تا خواهر داری. یکی از خواهرم معلمه، اون یکی مشاوره. مشاوره. هیچ کدوم توی موسیقی نیستن مثل تو؟ میوزیک؟ نه نه، فقط بله. خب به نسل جوان ایرانی که دوست دارن وارد عرصه خوانندگی بشن، دوست دارن، چون به هر حال خوانندگی یه کاریه که خیلی ها دوست دارن واردش بشن، به خاطر شهرتش، به خاطر هنرش، به خاطر حالا کلی دلایل مختلفی میتونه داشته باشه،
برای اونایی که دوست دارن وارد این عرصه بشن، به عنوان یک کسی که داری کار موسیقی انجام میدی، خوانندگی به زبونهای مختلف رو انجام میدی، پیامت چیه؟ حرف خاصی داری براشون؟ هیچ چیز غیر ممکن نیست. همه به من گفتن ایرانی رو فراموش کن چون فارسی بلد نیستی، ولش کن. ولی من نشون دادم که میشه. دلم میخواست این کار رو بکنم. بابا واقعا جای تشویق داره. خب الان به خاطر اینکه الان نمیخوام مثلا قضاوت بکنم، ولی خب خیلی از خواننده هایی هستن که خارج از ایران فعالیت میکنن و کارشون خارج از ایران شروع کردن، با لهجه میخونن، یعنی فارسی رو میخونن، کار هم بیرون میدن ولی لهجه دارن. ولی این گل سنگمی که ایشون خوند، به نظر من هیچ لهجه‌ای که نداشت، هیچی، فوق العاده هم خوب خوند. واقعا دمت گرم، واقعا دمت گرم. هیچ اصلا تا حالا من یادمه که خب توی برنامه چهارشنبه سوری کلی هم خب به هر حال طرفدار داشتی و کلی هم طرفدارات می اومدن سراغت. تا حالا هیچ کدوم از طرفدارات رو از نزدیک دیدی؟ طرفدار ایرانیت رو؟ بله، در چهارشنبه سوری جایی که من تو با بیژن مرتضوی رو دیدم. قدو بالا میتونم نها رو بنازم، تو گل باقی تمام نها رو بنازم، تو که با عشق میگری از همه دل میبری، منو شیدا میکنی چرا نمیرخصی، تو که با موج تنا قدو بالای بلا فتنه برپا میکنی چرا نمیرخصی. اون موقع با طرف داره بیرانی داشتن شدی. How do they react to you؟ چطور بهت واکنش نشون دادن؟ فکر میکنم خیلی so sweet. خیلی خوش. بله، how do you say this? مهربونن. خیلی مهربون بودن. مهربون بودن. من my fans خیلی خیلی دوست داریم. sweet. خب برنامه‌ت برای آینده چیه؟ برای آینده چه برنامه‌ای داری؟ چیکار می‌خوای بکنی؟ For the future. من می‌خوام فارسی بهتر یاد بگیرم. اما که بهتر بلد و برای ادامه زندگی میخونم. من موزیک خیلی خیلی دوست دارم. من بچه و شوهر نمیخوام. بچه نمیخوام. الان کلی آدم ناامید شدن. الان همینجا در واقع میگه بچه هایی که برنامه ریزی کرده بودن، الان کل بند الان در واقع میشه گفت داشتن تماس میگرفتن با خانواده برای خواستگاری بیان که متوقف شد الان همین الان قضیه. دلشون رو شکوندی. آره بابا این چه هم چیکار بچه، من واقعا شرمنده تونم. کارگردانمونم، کارگردان، کارگردان، کارگردان بالا تو گوشه من الان داره گریه میکنه. متاسفم برای همتون بچه ها. خانوادت با اینکه بخوای خوانندگی رو شروع بکنی، وارد عرصه خوان، چون پدرت به هر حال ایرانی هست، پدرای ایرانی زیاد حالا به هر حال اکثریت اونقدر تمایل ندارن دخترشون مثلا خواننده بشه. پدر تو هم یک ایرانی هست و ممکنه این اتفاق افتاده باشه. عکس العمل خانوادت نسبت به اینکه می‌خواستی خواننده بشی چی بود؟ بابا گفت فکر می‌کنم بهتره شما دکتر یا دندان پزشک که بشی. ولی بعد گفت اگه شما خوشحالی خواننده بشی، منم خوشحالم. پس برخورد چه برخورد سپورتیو بودن؟ حمایت کردن؟ و مامان خیلی خوب سپورت. چقدر خوب. خیلی خوبه. خیلی خوبه. تام وقتی می‌خواستی خواننده بشی؟ اصلاً. من پدرم گفت شما بخون ولی همین تو خونه. تو خونه. تو هم آره. نه کار. درس تو برو بخون، بعد در کنارش و هر کدوم اینجوریش. خیلی جالبه. حالا برای اول شما خیلی خوبه. مرسی. تو فن منی؟ منم فن تو. اگه تو فن منی منم فن تو. You follow me, I follow you. بله. Of course. اجازه میدین من سوالمو بپرسم؟ آره تو دیگه چی میگی؟ وقتی اولین بار رو اون استیج به اون بزرگی جلوی 30,000 نفر تماشا، چون 30,000 نفر تماشاچی بود اونجا توی فضای باز، با بیژن مرتضوی که یکی از اسطوره های ما هست، خوندی و با هم دیگه اون آهنگ دو صدا رو اجرا کردین، چه حسی داشتی؟ خیلی زیاد آهنگ بیژن رو تمرین کردم، ولی وقتی بیژن رو دیدم همه چی یادم رفت. بیژن اسطوره است.
خیلی احترام میذارم به بیژن. دوست داشتی باش بخونی؟ بله، من بیژن خیلی رسپکت دارم. به غیر از بیژن با خواننده ایرانی دیگه هست که بخوای دوئت داشته باشی؟ بله. با کی؟ فکر میکنم امید. امید؟ من عاشق صدای امید هستم. خیلی بسیار عالی. Which song? Which song? Which song? کدوم آهنگ؟ یاسمین. یاسمین. آره دیگه. یاسمین اسم خودش. Can you sing for us? میتونی برامون بخونی؟ میدونی این آهنگ امشب میخواد ماسک میشم. آره. آره دوست داری. فاوریت من. فاوریتت. یاسمین رو بلدی بخونی؟ نه. نه. فقط دوست داری. فقط دوست داری. اونایی رو که بلد نیست دوست داری. خب ما معمولا با مهمونمون یه بازی میکنیم. We play a game with our guest usually. و برای تو هم یه بازی در نظر گرفتیم. همراه ما باش. میریم به اتاق فرمان برمیگردیم با هم بازی میکنیم. ولی بعد از بازی چون مسلما میبازی باید برامون دوتا آهنگ بخونی. همونطوری که قول دادی اول. پس همراه ما باشید تا بازی رو انجام بدیم. بعدم بریم سراغ اجرا.